خب با هم نگاهی بندازیم به نمودار جهانی تورم از سال البته این اطلاعات مال بانک جهانی سازمان بانک جهانی میتونید خودتون سرچ کنید و اطلاعات رو به دست بیارید ما از سال 1981 اطلاعات رو اینجا روی این نمودار داریم و اگر دقت بکنید اینجا خب کاهش داشتیم یا افزایش دوباره کاهش روند به طور کلی کاهشی بود همه کشورهای دنیا تلاش کردن عمدتا همه کشور دنیا تلاش کردن که خودشون رو از گزند تورم در امان بدارند و در سال 2020 رسیدیم به تورم یک 89 برای کل دنیا خب این تورم برای کشورهای مختلف متفاوت من اگر نقشه رو بیارم برای کشور مختلف و حرکت دادن مصر روی کشور رو میتونیم متوجه بشیم مثلا آمریکا یک و دو دهان بوده مکزیک سه بوده مثلا فرض بکنید اینجا آلمان نیم بوده اگر که من بتونم ژاپن رو داشته باشم که انگار امکان پذیر نیست به هر حال کشورهای داشتیم که مثلا پنج بودن ولی عمده دنیا روی همون هولوش مثلا مثلا پاکستان بالاتر بوده ایران آمار دقیقش رو نداره سازمان در واقع بانک جهانی ترکیه دوازده بوده چین دو بوده اینا آمار تورم ژاپن منفی بوده اینا برایندشون شده اونچه که شما روی نمودار دیدید و حالا در سال 2020 که اینقدر اومده بود پایین کرونا رو هم که داشتیم همچنان و سیاست ها سیاست هایی بود که کاملا حمایت میکرد از مردم و ترجیح دولت ها این بود که ریخت و پاش بکنن یه مقداری به خاطر اینکه مشاغلی که دارن تعطیل میشن در واقع مردم کمترین آسیب رو ببینن از این مشاغل تعطیل شده منتها اثر این ریخت و در سال 2021 خودش رو نشون داد و افزایش تورم جهانی رو داشتیم که اینطور گفتن که تورم جهانی حدود 3.5 درصده یعنی برگشته به سالهای قبل خودش یعنی مثلا هولوش سال 2012-2013 و رشد نسبتاً بالایی رو میشه بگیم که داشته و الان تورم خیلی از کشورهای دنیا توی سال 2022 از جمله تورم آمریکا روی حدود 6 درصد 6 درصد این خط اینجا میشه 6 درصد اگر که باشه و در واقع تورم کل دنیا رو هم در نظر بگیریم یه چیزی اولوشو بین 5 تا 7 درصد میتونیم در نظر داشته باشیم و اینو یادتون باشه که وقتی که یه تورم روی یه سری از کالاها روی یه مجموعه از کالاها که براتون نام بردم در واقع تورم رو داشته باشیم و تورم افزایش پیدا بکنه اثرش رو خیلی بیشتر روی کالاهای دیگه میذاره و کالاهای دیگه شروع میکنن رشدهای سرسامآور و شدید داشتن این سرسامآور شدید رو من از دید جهانی دارم میگم دیگه بارها میگم که فکر نکنید مثلا مثل ایران خواهد بود چنین چیزی رو نداریم توی دنیا منتها این تورم جهانی باعث میشه که ارزشمندی پولهای فیات یعنی پولهای ملی کشورها کم بشه و اون دارایی هایی که بهتون گفتم ارزشمندتر بشه اگر دوست داشته باشید میتونید این نمودار بانک جهانی رو همیشه ببینید کافی وارد سایت بانک جهانی بشین یا توی گوگل سرچ بکنین از طرف این رو هم بهتون بگم که رمز رو بهتون معرفی میکنم که تمام این تورم رو تورم صفر بکنه براتون یعنی هر سال مثلا اگر که اینجا 8 درصد تورم جهانی داشتیم اون رمزارز در همون سال 8 درصد رشد میکنه و عملا تورم صفر میشه داخل اون رمز بهتون معرفی خواهم کرد حتما مطالب رو دنبال بکنید دوستتون دارن انشاءالله همیشه پرسود و پربرکت باشید خدا نگهدار